ما تو این جلسات نیرو، تو جلسات شورای نیرو معمولا از کتابای شما مباحثی رو تو جلسات شورا میگفتیم. یک روز این قضیه حضرت موسی رو گفتم که خدا گفت این دفعه میایی باید با کسی بیایی که از خودت بدتر باشه. جلسه که تموم شد سردار سلیمانی گفت که این ماجرایی رو که نقل کردی از کجا نقل کردی؟ گفتم این از کتاب آیت الله مصباح من نقل میکنم، از کتاب اخلاق ایشون. گفت کتاب اخلاق رو بیار من بخونم. من سجلدش رو گرفتم دادم به ایشون. خب ایشون خیلی اهل مطالعه بود، توی سفر که میرفت خیلی مطالعه میکرد. یادم نیست به یک ماه نکشید، شاید دو سه هفته. گفت من هر سه تا کتاب رو خوندم، نکته برداری کردم، کتابای دیگه هم اگر هست بیار. یک سری کتابای دیگه هم وردن دادم. دو بار یا سه بار از من مطالبه کتاب کرد که دوباره بهش فرستادم کتابای شما رو مطالعه میکرد. وقتی ایشون شهید شد، همون روز بود، همون روز جمعه که ایشون شهید شد، خب بعد از اینکه من مطالعه شدم همه آمدیم نیرو دیگه برای پیگیری برنامه ها. یکی از بچه های دفتر به من گفت ایشون یه لیست داده به من ظهر سه شنبه که دیگه داشت میرفت، گفت یه لیست داده به من، گفته این لیست رو تهیه کنید تا من برمیگردم بدید به من. گفتم لیست رو بیار. لیست رو آورد، دیدم گفته نوارهای اخلاق آیت الله مشکینی، نوارهای اخلاق آیت الله مصباح، نوارهای اخلاق آیت الله جوادی، نوارهای اخلاق آیت الله مظاهری و نوارهای اخلاق آقا مجتبی تهرانی و نوار صوتی صحیفه سجادیه رو، اینا رو برای من تهیه کن بیار. من میخوام تو سفرها که میرم اینا رو در دسترسم باشه گوش بدم. اینا ایساییست که گفتنش آسونه، اصلا فکر کردن شدم فکر کردم اصلا ممکن نیست دادم به فرمانده سپاه قدس با این همه مسئولیت ها مطالعه کتاب بکنم و نمیدارم یادداشت برندارم گیرم تو سفرم هست. خب فکر کارشه، باید اینا چیکار بکنم، اونجا رسیدم چیکار، طرحی نقشه ای چه کسی را بزنم، برای چه کاری بکنم. خب حال اینکه مطالعه بکنم به توی یه همچه مسئولیت هایی و حالا کتاباش مطالعه کرده میگه نوارش هم میگه میخوام نوارش هم گوش کنم. به احتمال قوی یکی از اسرار موفقیت هایشون همین خدمت به پدر مادر بوده.